الهام اخوان بازیگر پرکار این روزها یه مصاحبه مفصلی انجام داد و راجع به مسائل مختلف از جمله شباهتش به بیلی آیلیش و هم بازی شدنش با پژمان جمشیدی و جواد عزتی صحبت‌های جنجالی رو انجام داد که تا پایین این ویدیو رو با ما باشید این صحبت‌ها رو می‌شنوید. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خوش اومدید. امیدوارم دوستان حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشید. خب یه بازیگری که توی سالهای اخیر هم توی تلویزیون و هم توی پلتفرم‌های نمایشخانگی و هم توی سینما خیلی پرکار بوده، خانم الهام اخوان هستش. بازیگری که متولد سال 1367 و فعالیت هنریش به عنوان بازیگر رو از هولوش سال 97 شروع کرد. اولش با کارهای تئاتری و بعدش توی قاب تلویزیون با سریال‌هایی مثل دودکش و با خانمان و این اواخر هم سریال نمایشخانگی آفتاب پرست. اون همینطور فعالیتش توی سینما رو با بازی کنار جواد عزتی و ستاره پسیانی توی فیلم سینمایی دوزیست تجربه کردش. جالب بدونید که این بازیگر حدود 15 سال پشت صحنه فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها مشغول به کار بوده به عنوان دستیار کارگردان یا منشی صحنه. توی خیلی از فیلم‌ها و سریال‌های برزو نیک نژاد به عنوان دستیار یا منشی صحنه بوده، از جمله سریال ساخت ایران 2. این بازیگر همینطور درباره شباهتش به بیلی آیلیش خواننده معروف آمریکایی هم صحبت کرد و گفتش که خیلی از طرفدارا به من میگن که شبیه بیلی آیلیش هستی، حالا یا به خاطر چش رنگی بودن جفتمون یا به خاطر کلن فیس و حالت صورتمون، ولی خب منم خیلی بیلی آیلیش رو دوست دارم و کارهاش رو هم دنبال میکنم. به نظرم هنرمند خیلی خوب و با استعدادی، البته سنش خیلی از من کمتره. الهام اخوان درباره پارتنر این روزاش پژمان جمشیدی هم صحبت کرد و گفتش که پژمان فوق‌العاده آدم باهوشی هستش. یه جایی انقدر باهوشه که دیگه حرص منو حتی در میاره. دیالوگا رو یه دور بخونه کلش رو حفظ میشه و اصلا نیاز نیستش که زمان بذاره که بخواد کار رو حفظ بکنه و تمرین بکنه. اون همچنین درباره تجربه همکاریش در کنار جواد عزتی هم صحبت کرد و گفتش که جواد عزتی هم یه هنرمند بی‌نظیره. خیلی جا سر فیلم دوزیست به من کمک کردش. حتی یه روزایی یادمه که دیسکش اوت کرده بود و خیلی فشار می آورد بهش و درد می کشید، ولی خب تمام سکانس های منو با اینکه خودشم حتی شاید تو اون سکانس حضور نداشت در کنارم بود که به من کمک بکنه. الهام اخوان همینطور درباره علاقهش نسبت به هدیه تهرانی و پارسا پیروزفرم صحبت کرد و گفتش که از بچگی الگوی من توی همه چی هدیه تهرانی بودش. البته که نه از نظر زیبایی، نه از نظر هنر، نه از نظر کاریزما و خیلی چیزهای دیگه اصلا من با هدیه تهرانی قابل مقایسه نیستیم، ولی خب آرزو داشتم همیشه شبیه اون باشم دیگه، آرزو که عیب نیستش. اون همینطور درباره کراشش که پارسا پیروزفر هم هستش صحبت کرد و گفتش که از بچگی هر وقت پارسا پیروزفر رو توی همون سریال های قلب من و در پناه تو میدیدیم میگفتیم اه پارسا پیروزفر، الان هم که توی سریال یاقی حسابی داره میدرخشه و ما همچنان داریم میگیم اه بازم پارسا پیروزفر. اون همینطور بازی درخشان علی شادمان رو هم تحسین کرد و گفتش که شادمان کوه استعداده. بریم هم بخشای از صحبت های الهام اخوان رو درباره مسائل مختلف و چگونگی ورودش به بازیگری و سینما و تلویزیون بشنویم. سه تمام این سالا رو تجربه کسب کردم و امروز اگه جلوی دوربینم مرهون اون سالهای پشت صحنه منشی صحنگی چند سال؟ 14 سال. بعد از آفتاب پرست به طور عجیبی شهرت رو درک کردم. واقعا فهمیدم شهرت یعنی چی. اینکه هر جا بری تو تاریکی شب توی خیابون بپرسی بچه این آدرس کجاست، هم میگن مژگان مثلا آفتاب پرست فلان. بهترین چیزی که مثلا از مردم دریافت می‌کردم این که وای چقدر شما بامزه‌ای، چقدر روونی، چقدر مثلا انگار مثلا خواهرمونی، انگار مثلا دختر خاله‌ام می‌بینم، دلم خواست مثلا بغلت کنم. یه کامنت می‌خوام ازت راجع به بازیگری که باشون هم بازی بودی. اول از همه که خب قاعدتاً پژمان جمشیدی. پژمان جمشیدی خیلی آدم خوبیه. خیلی مرده مهربونیه، خیلی رفیق خوبیه، خیلی پر انرژیه، وقتی هست همه چی خیلی خوبه. زیادی باهوشه. و آزاردهنده است این هوشش، چون اینقدر همه چیز زود میفهمه، اینقدر زود متوجه لحظه ها میشه، متوجه اشتباه سکانس میشه، متوجه بس میگم ای چقدر تو میتونی زودتر از همه بفهمی، زودتر از همه حفظ کنی، مگه میشه یه دور خوند حفظ کرد؟ بابا بذار ما یه دور بخونیم. خب ما حفظ شدیم و میره پشمان تو میزانسنه و ما این بچهای مدرسه اینجوری داریم میخونیم. آره خیلی آدم عجیبیه. بیشتر رو مخته یا بیشتر لذت میبری پس با این اوصاف؟ رو مخمه. جواد عزتی خیلی خفنه، خیلی پارتنر خوبه، خیلی لذت بخش کار کردم. جواد لحظه به لحظه بازیاتو
در نظر داره کنارت میمونه. من یه خاطری از جواد دارم، کمردرد شدید داشت، دیسک کمرش گرفته بود و من سکانس تنها داشتم. سکانس منو جوادو گرفتیم، جواد بعد آف شد نرفت. سر فیلم دوزیست. آره وایساد و گفت میخوام ببینم این سکانس تو چه جوری بازی می‌کنی. گفتم مثلا جواد درد داری فلان؟ گفت نه مهمه که باشم. بعد اصلا تنها نمیذاره تو تمام لحظه‌های دوزیست جواد عزتی کنار من. دوستداران شما شما رو به یه خواننده شباهت میدن همیشه. بیلی آیلیش. خواننده با استعداد و جذاب، موزیکاشو من خیلی دوست دارم و خیلی وقتو گوش میدم. حالا دست برغز و شباهتی هم به هم داریم. حالا فقط رنگامون با هم فرق داره. موش مشکی مشکی، چشاش آبیه، من چشام سبز، مون خرماییه. ولی آره بیسی که صورتمو خیلی شبیه هم و لطف دارن. حالا البته اون از من کوچیک‌تره، اون به اون شبیه من. آره اون الان 20 سالشه. ولی آره خیلی میگن و انقدر شده بود که یه سری از انقدر هشتگ بیلی آیلیش پایین پیج من بود به انگلیسی، که پیجای بیلی آیلیش، خود بیلی آیلیش هم هشتگ مثلا پیدا کرده بودن، من لایک کرده بودن فن پیجای بیلی آیلیش. آره سبک زندگی چه بازیگر یا هنرمندی تو ایران خیلی دوست داری؟ خب من رول مدلم از بچگی هدیه تهرانی. چه جالب. اصلا از بچگی فکر می‌کردم که جهان باید بچرخه، من قشنگ من وایسم جای هدیه تهرانی. حالا ولی نقیافه‌شو دارم، هنرشو دارم، من کاریزماشو دارم، هیچ بودم ندارم، ولی خب دیگه میتونم تو تخیلاتم فکر کنم که خیلی سخت شبیه هدیه تهرانی شدن. انقدر بزرگ منش، انقدر دیده خفن، انقدر خاکی، انقدر درست. سریال یاقی رو میبینید شما؟ دنبال می‌کنید؟ بله، من کلا سریال پلتفرم همه رو دنبال می‌کنم. بیشتر از همه با کدوم ارتباط برقرار کردین به غیر از آفتاب‌پرست که کار خودتونه؟ ببین من قسمت اول خونسرد رو خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم و بازگشت غرور آفرین شهرام حقیقت دوست به نظرم واقعا جذاب بود. یاقی هم که خب خیلی جذاب دیگه، یاقی هم سریال خوبیه. و نظرتون راجع به علی شادمان؟ فول آف استعداد دیگه، خواهش نمیشه اومده که بره بالا. همه جا این روزا با همه وجودش بازی میکنه و به نظرم لایق بهترین هاست علی شادمان. و پارسا پیروز فر دیگه گفتن یارو همه میگن که بنظرم پدر جذابای ایرانه آقای پیروز فر. از بچگی هم که خب ما چون دوره‌ای بودیم که در قلب من و اینا پخش می‌شد و همیشه می‌گیر بودیم. خب رفقا حتما نظرتون راجع به صحبت‌های خانم الهام اخوان برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که از بین سریال های خانم اخوان از جمله با خانمان در کنار مازیار لرستانی و حسن پورشیرازی، دودکش در کنار امیر حسین رستمی و هومن برق‌نورد، سریال آفتاب پرست در کنار پژمان جمشیدی و فیلم دوزیست در کنار جواد عزتی با کدوم فیلم خانم اخوان بیشتر ارتباط برقرار کردید و نقشش رو بهتر اجرا کرد؟ همینطور به نظرتون واقعا اونطور که خیلی از هوادارش میگن شباهتی به بیلی آیلیش بازیگر و خواننده آمریکایی داره یا نه؟ حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و به ما انرژی بدید با لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. الان هم در ادامه بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیویی که روی صفحه هستش و در مورد همسر پژمان جمشیدی هستش رو در ادامه ببینید. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.